همراهان عزیز همه چیدان، لطفاً برای حمایت از ما کانالمون رو سابسکرایب کنید و برای مطلع شدن از ویدیوهای جدیدمون روی زنگوله کلیک کنید. بازگشت از جمهوری به پادشاهی، قسمت سوم، اسپانیا. جمهوری اسپانیا، معروف به جمهوری دوم اسپانیا، شکلی از دولت در اسپانیا از سال 1931 تا 1939. جمهوری در 14 آوریل 1931 پس از سپرده شدن حکومت توسط آلفونسو 13 به جمهوری خواهان تأسیس و پس از تسلیم در جنگ داخلی اسپانیا به جناح ملی که برای ایجاد دیکتاتوری نظامی تحت فرماندهی جنرال فرانسیسکو فرانکو جنگیدند، در اول آوریل 1939 منحل شد. 1934 قیام مدنچیان. کنفدراسیون راست خود مختار اسپانیا CEDA رأی اکثریت در انتخابات 1933 را به دست آورد. در مقابل پیروزی انتخاباتی CEDA، رئیس جمهور نیکوتو آلکالا زامورا از دعوت رهبر آنان گیل روبنز برای تشکیل دولت خودداری کرد. در عوض او آلخاندرو لورکس را از حزب جمهوری خواه رادیکال به این کار دعوت کرد. علی‌رغم کسب بیشترین آرا توسط CEDA، اما آنان برای مدت نزدیک به یک سال از کابینه کنار گذاشته شده بودند. پس از یک سال فشار شدید، سرانجام CEDA، بزرگترین حزب در کنگره، به 3 وزارتخانه رسید. با این وجود، ورود CEDA در دولت، اگرچه در یک دموکراسی پارلمانی طبیعی بود، اما چپ‌ها به خوبی قبول نکردند. سوسیالیست‌ها شورشی را به راه انداختند که برای آن 9 ماه آماده بودند. اعتصاب عمومی توسط حزب کارگران سوسیالیست اسپانیا به نام اتحاد کارگران انجام شد. مسئله این بود که جمهوری خواهان چپ جمهوری را نه با دموکراسی یا قانون اساسی، بلکه با مجموعه خاصی از سیاست‌ها و سیاستمداران چپ می‌شناختند و هر گونه انحراف، حتی اگر دموکراتیک باشد، خیانت‌آمیز تلقی می‌شد. این شورش به مدت 2 هفته ادامه داشت تا اینکه توسط ارتش به رهبری ژنرال ادواردو لوپز اواچو در هم شکسته شد. این عمل به لوپز اواچو لقب قصاب آستوریاس را بخشید. شورش دیگر توسط دولت خود مختار کاتالونیا به رهبری رئیس جمهور آن لوئیس کامپانیس سرکوب شد و به دنبال آن دستگیری ها و محاکمه های گسترده صورت گرفت. سالوادور دو مادار یگا، مورخ اسپانیایی، هوادار آزانیا و مخالف سرسخت تبعیدی فرانسیسکو فرانکو، نویسنده یک بازتاب انتقادی شدید علیه مشارکت چپ در شورش است. وی میگوید با سرکوب شورش 1934، چپ اسپانیایی حتی سایه اقتدار اخلاقی را برای محکوم کردن شورش 1936 از دست داد. سال 1936، تقلب گسترده در انتخابات. در 7 ژانویه 1936 انتخابات جدید فرا خوانده شد. علی‌رغم رقابت‌ها و اختلاف نظرهای قابل توجه، سوسیالیست‌ها، کمونیست‌ها و جمهوری‌خواهان چپ‌گرای مستقر در کاتالان و مادرید تصمیم گرفتند با هم تحت عنوان جبهه مردمی همکاری کنند. جبهه مردمی در انتخابات 16 فوریه با 263 نماینده در برابر 156 نماینده راستگرا که در ائتلاف جبهه ملی با کنفدراسیون راست و سلطنت طلبان گروه بندی شده بودند، پیروز شدند. مورخ آمریکایی استنلی جی پین فکر می‌کند که این روند با نقض گسترده قوانین و قانون اساسی یک تقلب عمده در انتخابات بود. مطابق با دیدگاه پین، در سال 2017 دو دانشمند اسپانیایی، مانوئل آلوارز تاردیو و روبرتو ویلا گارسیا، نتیجه یک تحقیق را منتشر کردند که در آن نتیجه گرفتند در انتخابات 1936 تقلب شده است. این دیدگاه توسط ادواردو کالجیا و فرانسیسکو پرز مورد انتقاد قرار گرفته است. آنها اتهامات بی‌نظمی در انتخابات را زیر سوال می‌برند و معتقدند
که جبهه مردمی حتی اگر همه اتهامات واقعیت داشته باشد باز هم به یک اکثریت انتخاباتی ناچیز دست میافتند. در 36 ساعت پس از انتخابات 16 نفر کشته شدند. بیشتر توسط ماموران پلیس که برای برقراری نظم یا مداخله در درگیری‌های خشونت‌آمیز اقدام می‌کردند و 39 نفر به شدت زخمی شدند، در حالی که 50 کلیسا و 70 مرکز سیاسی محافظه‌کار مورد حمله قرار گرفتند یا به آتش کشیده شدند. راست‌ها در تمام سطوح کاملاً معتقد بودند که پیروز می‌شوند. تقریباً بلافاصله پس از مشخص شدن نتایج، گروهی از سلطنت طلبان از روبلز خواستند که کودتا کنند، اما او نپذیرفت. با این حال او از نخست وزیر مانوئل پورتلا والادارس خواست تا قبل از حمله توده‌های انقلابی به خیابان‌ها وضعیت جنگی را اعلام کند. فرانکو همچنین برای پیشنهاد اعلام حکومت نظامی و فراخوان از ارتش به والارداس نزدیک شد. این یک اقدام کودتایی نبود، بلکه بیشتر یک اقدام پلیسی شبیه آستوریاس بود، زیرا فرانکو معتقد بود که فضای پس از انتخابات میتواند خشونت‌آمیز باشد و در تلاش بود که تهدید چپ را درک کند. والادارس قبل از تشکیل دولت جدید استعفا داد. با این حال جبهه مردمی که اثری مؤثر در انتخابات اثبات رسانده بود به یک دولت جبهه مردمی تبدیل نشد. لارگو کابالیرو و سایر عناصر چپ سیاسی آماده همکاری با جمهوری خواهان نبودند، اگرچه آنها موافق حمایت از بسیاری از اصلاحات پیشنهادی بودند. مانوئل آزادیاس برای تشکیل دولت قبل از پایان روند انتخابات فرا خوانده شد و او با استفاده از یک خلأ قانون اساسی خود را به جای زامورا به عنوان رئیس جمهور جایگزین کرد. قانون اساسی به کورتس اجازه داد رئیس جمهور را پس از دوبار از سمت خود برکنار کند. راست ها چنان واکنش نشان دادند که گویی کمونیست های رادیکال علی‌رغم ترکیب متوسط کابینه جدید کنترل را به دست گرفتند. آنها از بیرون آمدن توده های انقلابی به خیابان ها و آزادی زندانیان شوکه شدند. جناح راست گزینه پارلمان را کنار گذاشت و شروع به توطئه کرد که چگونه جمهوری را به بهترین شکل سرنگون کند، نه اینکه کنترل آن را به دست بگیرد. فالانج اسپانیایی یک حزب ملی به رهبری خوز آنتونیو پریمو دی ریورا به وجود آورد. اگرچه در انتخابات فقط 0.7% آرا را به دست آورد، اما تا ژوئیه 1936 حزب فالانج 40,000 عضو داشت. این کشور به سرعت به هرج و مرج کشیده شد. حتی ایندالسیو پریتو سوسیالیست سرسخت در یک میتینگ حزب در کوئنکا در ماه می 1936 شکایت کرد: ما هرگز شاهد چنین چشم‌انداز تلخ یا فروپاشی بزرگی در اسپانیا در این لحظه نبودیم. در ژوئن 1936 میگوئل دو اونامونو به خبرنگاری که بیانیه خود را در ال آدلانتو منتشر کرد گفت که رئیس جمهور مانوئل آزانیا باید در یک عمل میهنی خودکشی کند. جنگ داخلی در 17 ژوئیه 1936، ژنرال فرانکو ارتش اسپانیا در آفریقا را از مراکش برای حمله به سرزمین اصلی هدایت کرد، در حالی که یک نیروی دیگر از شمال به فرماندهی ژنرال امیلیو مولا از ناوارا به سمت جنوب حرکت کرد. واحدهای نظامی همچنین برای در اختیار گرفتن مؤسسات دولتی در جای دیگری بسیج شدند. طولی نکشید که ارتش حرفه‌ای آفریقا مناطق جنوبی و غربی را تحت کنترل شورشیان در اختیار داشت. سرانجام پس از حدود 3 سال جنگ و بعد از آنکه 1,000,000 نفر در اسپانیا کشته شدند، جناح چپ یا جمهوری خواهان در سال 1939 در برابر قوای ژنرال فرانکو سر تسلیم فرود آوردند و وی توانست حکومت ملی گرایان را در سراسر اسپانیا حاکم کند. اصلاحات فرانکو و بازگشت پادشاهی به اسپانیا. پایان جنگ در سال 1939 موجب گسترش حکومت فرانکو به کل کشور و تبعید نهادهای جمهوری خواه شد.
دیکتاتوری فرانکو در ابتدا به شکل دیکتاتوری فاشیست یا رژیم نیمه فاشیستی توصیف شد که نشان دهنده تأثیر آشکار فاشیسم در زمینه‌هایی مانند روابط کار، سیاست اقتصادی خودبسندگی، زیبایی شناختی و نظام تک حزبی است. با گذشت زمان، ساختار رژیم به دیکتاتوری‌های توسعه‌ای نیز نزدیک‌تر شد. قانون جانشینی 1947 اسپانیا را دوباره به یک پادشاهی قانونی تبدیل کرد، اما فرانکو را به عنوان رئیس دولت مادام العمر تعریف کرده بود که قدرت انتخاب شاه برای سلطنت در اسپانیا و جانشینی وی را داشت. اصلاحات در دهه 1950 انجام شد و اسپانیا خودبسندگی را رها کرد و قدرت جنبش فالانجیست را که مستعد انزوا طلبی بود به گروه جدیدی از اقتصاددانان معروف به تکنوکرات ها داد. این امر منجر به رشد گسترده اقتصادی این کشور معروف به معجزه اسپانیا شد که تا اواسط دهه 1970 ادامه و در جهان پس از ژاپن رتبه دوم را داشت. در طی دهه 1950 حکومت نیست از یک رژیم تمامیت خواه آشکار و استفاده کننده از سرکوب شدید به یک رژیم استبدادی با تکثرگرایی محدود تغییر ماهیت یافت. در نتیجه این اصلاحات اسپانیا در سال 1955 مجاز به پیوستن به سازمان ملل متحد شد. در دوران جنگ سرد فرانکو یکی از برجسته ترین چهره های ضد کمونیستی اروپا بود و قدرت‌های غربی به ویژه ایالات متحده به رژیم وی کمک می‌کردند. فرانکو در سال 1975 در 82 سالگی درگذشت. وی پیش از مرگ سلطنت را بازسازی کرد و جانشین خود را پادشاه خوان کارلوس اول قرار داد که انتقال اسپانیا به دموکراسی را رهبری کند.